کرد میشه نگاهی به ما بکنه تمام دنیا و آخرت من میدم. چه همت را حافظ را که از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش تو به خاک سر کویه تمام نیایشه. من میخوام تفت کنم دلیل قطعه از مرمون پدر حافظ رای اشاره کرده به اون کسی که پشت پرده پنهان شده و منتظر فرمان الهی که ظاهر بشه، اون امام حی قائم که گفت ای پادشاه خوبان دار از من تنهایی، جان بی تو به لب آمد دل بی تو به جان آمد وقت هست که باز بید. مرمون پدر فرمودن که ای شاهد جان بازا در قید جهان چند است. حالا این هم به اون انسان ولی کاملی که قاعده و هم به حضرت اهدیت که تجلی او که ظاهر میشه به هر دو اشاره میشه. ای شاهد جان بازا در قید جهان چند است، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن، اوضاع جهان بنگر در هر سر چون زلف است. چه خبر تو دنیا؟ اینجوری بکنه خوب میشه. در نظم جهان دستی بر طره پرخم زن، چون دلبر آفاقی نشکن صف دلها را، چون کعبه عشاقی هر چیز صفا هم زن. مانند خلیل ای جان آتش کده گلشن کن، اگه تو بیا همه عالم گلستان همه آتیشه گلستان میشه. مانند خلیل ای جان آتش کده گلشن کن، بازار سنم بشکن راه بت اعظم زن، هم آتش موسی را در وادی طور افروز. اگر او ظهور بکنه همه انبیا ظهور میکنند با او، یعنی همون لطیفه وجود هر پیغمبری در اون کامل هست که صد آمد نود هم کنه. هم آتش موسی را در وادی طور افروز، هم سر مسیحا را بر سینه مریم زن، لاهوت مسیحا را مهد رخ زیبا کن. اون گفتن شخصی آمده بود به اون دوست مسیحی برخورد کرده بود و اون مسیحی اون گفت چی میگی که پیغمبر ما بالاتره از پیغمبر شما؟ پیغمبر شما رفته زیر خاک، پیغمبر ما رفته به آسمان، برو تو قرآن بخون. نگران شد و جوابی هم نداشت بده. گفت تو قرآن اومده؟ گفت بله. خبر هم ازش مسیح شیخشون گفت چی میگه؟ تو قرآن اومده که حضرت عیسی بله خداوند بردش به آسمان، پیغمبر ما کجاست؟ تو پیغمبر ما در مدینه مسیحی. خب پس مشکل چی؟ جواب اینه بده. خب بله اینا رو گذاشتن در ترازو، در ترازوی انسانیت، اون رفت به آسمان اومد کنه. این دلیل بود که اون رفت بالا این رفت. حالا این شوخیه ولی یه لطیفه‌ای داره کرد که ناقوس مسیحا را مهد رخ زیبا کن، ناقوس کلیسا را زین زنزنه برهم زن، زخمی تو الهی را در سینه هجرانت تا چند نمک تاشی، رحم کن و مرهم زن، ناز تو و شوق ما بگذشت از جانا، زن عشقه پنهانی راه دل ما کم زن، حالی که رقیبانت مستند چشمانت و ابروی کمان تیری بر سینه ما هم. انشاءالله که ما سالک راه حق بشیم، بازنشست نشیم، دائما در تکاپو باشیم، برنامه دارید برای هر ساعت زندگی، نه فقط برای یه سال آینده، هر ساعتی باشی ساعت بعد کام که بکنم، لحظه به لحظه خودمون رو زیر این سوال ببریم که تو این زمان نازمون میتونی به بدن فرصت کوتاه این رو چکار داری میکنی؟ برنامه ریزی بکنید در 60 سالگی، در 70 سالگی، در 80 سالگی، برای 10 سال آینده تون، برای 20 سال آینده تون برنامه ریزی بکنید. برنامه ریزی خودش اون رو آدم طولانی میکنه، نه به معنی اون آمال دراز که گفتن طول العمل که آدم میگه که این یه ساختمون هم چنین بکنم اون پول هم به دست بیارم، اینا نه. ولی وقتی انسان در راه عشق برنامه گذاری میکنه اون وقت عمرش طولانی میشه، در اینکه میگه این کار تموم بکنم. اصلا سلول های ما به این برنامه گذاری پاسخ مثبت میدن، میگه این آقا کار داره باشه اینجا فعلا. اصلا انرژی پیدا میکنه ما وقتی آدم میگه من این کار باید بکنم، این درس رو باید بکنم. در 70 سالگی بریم کلاس یه کلاس تازه ثبت نام بکنیم، میگه میخوام این علم تازه رو یاد بگیرم. من رفتم در مرکز فرنگی در آلمان در کل، دیدم یه خانم 70 ساله آلمانی بهش مشق درست یاد میگیره، خط فارسی یاد گرفته بود، بعدم مشق نسلیق بهش میگیره کار میکنه. با
کمال عشق اومد اونجا شبا، هم فارسی میخوند و حافظ یک گرفته بود و ادبیات میخوند، هم جمعه مستر شد. ما بازنشست نکنیم خودمون رو، بلکه برنامه ریزی بکنیم برای همه اکتباسی روزهای زندگیمون، و بلکه در هر روزی من خیلی به برنامه ریزی معتقدم که حتی صبح دادم بالا میشه بعد برنامه این روزش رو نمیشه. اولا برنامه که نمیشه من قایدی خودی نمی کنیدی و باید بینیمیشه روش نمیشه بینیمیشه که بخوام تا این کارم میخوام بکن روش نمیشه بینیم یک کاری که نباید بکنه بینیمیشه این ناری که من چی کار میخوام امروز بکنم و من چی کار مهمتره که باید بکنم. اون وقت میبینید که اولا نقطه بهینه استفاده از اون در اینجا حاصل میشه که برنامه ریزی کنه، و به خصوص از این فرهنگ غنی ادبیات فارسی، و اگر وسیع‌تر امکانات زبان رو داشته باشید از فرهنگ وسیع جهانی، از فرهنگ الهی آسمانی که در ادبیات جهان است برخوردار بشید. انشاءالله که خداوند همه ما رو توفیق بده که من الله الی الله حرکت بکنیم، و در این حرکت نه به قول هگل زنگ کنن بلکه رقص کنن به سوی او برویم، که زندگی گفتن رقصی است به سوی خداوند، و این نماز ما صلاتون رقص الهیه، ما رقص کنن و با حرکت و با موسیقی و با آواز بریم به